از تجربه های شما دیگران باید استفاده کنن. خب حالا یک تجربه رو من به خصوص یادداشت کردم، حرفیست که من مکرر با شماها و با مردم تکرار کردم، حالا هم همون حرف رو تکرار میکنم. چرا بنده اینقدر اصرار دارم که ارتباط با آمریکا نبایستی برقرار بشه، حتی مذاکره، جز در مسائل مشخص و معینی که حالا اقتضای مصلحت باشه؟ بنده هم اول امسال در مشهد مقدس در سخنرانی گفتم در موضوعات خاص مذاکره اشکالی ندارد، منتها گفتم من اعتمادی ندارم، خوشبین نیستم به مذاکره، لکن میخوان مذاکره کنن برن بکنن. علتش چیه؟ و یه دلیلی داره. این دلیل رو سیاستمدارای حتی طرفدار ارتباط با آمریکا هم یه جایی تایید کردن. یه وقت یکی از این آقایون رو رؤسای جمهور این دوره‌های مختلف با من راجع به این قضیه بحث‌های متعددی می‌کرد در جلسات مختلف، بعد رفته بود تو شورای عالی امنیت ملی گفت بود فلانی استدلال‌هایی داره که من جوابی براش ندارم. خب من استدلال‌هایی دارم برای رد این نظر. با خود ایشون جلسات متعددی صحبت کردم، صدای آقای هاشمی ضبط در شورای عالی امنیت ملی که گفتن فلانی در این زمینه استدلال‌هایی داره که ما جواب اون استدلال‌ها رو نداریم. اینه دید راست هم میگو. بنده برای رد ایجاد ارتباط با آمریکا استدلال هایی داشتن که ایشون برای پاسخ به این استدلال ها حرفی نداشت. راست هم بعضی ها میگن آقا مذاکره که اشکال نداره. اشکال مذاکره اینه، شما را از راه صحیح خودت منحرف میکنه، امتیاز را از شما میگیره، اونی که باید بدی را از شما میگیره، اونی که باید بره رو به شما نمیده. آقای روحانی چیزی تحییه که دو تا قانونه که منافع به ضررها رو ضررها توش نبود، منافع بود فقط. اونی که آقای روحانی یه سوزنی 10-15 تا مورد منافع رو ذکر کردن، شما خودتونم یه چند تا اضافه کرده بودید به خط شریف خودتون. بله میدونم. سازش با آمریکا مشکلات کشور را به هیچ وجه حل نمیکنه. 10-15 دلیل میشه شمار ردیف کرد برای این قضیه. آخریش همین قضیه برجامه. من چقدر در طول مذاکرات گفتم که اینا بدعهدن، اینا دروغگوان، اینها پای حرفشون نمی ایستن. امروز من دیگه نیستم اون کسی که داره میگه اونها بدعهدن. مسئولین محترم کشور، خود مذاکره کنندگان ما که این همه زحمت کشیدن، اونا دارن میگن آمریکایی آخر یه اشتباهی دارن، میگن اون چه که مال منه که مال منه، اون چه که مال توه قابل مذاکره است. این تجربه به ما نشون داد که ما در هیچ مسئله ای نمیتوانیم مثل یک طرف مورد اعتماد بشینیم صحبت کنیم. گفتیم به طرف مقابل اعتماد نکنید، به لبخند او فریب نخورید، به وعده نقد که میدهد، وعده نقد نه عمل نقد، اعتماد نکنید. وقتی خرش از پل گذشت بر میگرده به ریش شما میخنده، انقدر اینا وقیهن. در ظاهر وعده میدم، با زبان چرب و نرم حرف میزنم، اما در عمل توطئه میکنن، تخریب میکنن، مانع از پیشرفت کارها میشن. این شد آمریکا، این شد تجربه. خب این تجربه به ما میگه این کار سم مهلک است برای ما. حالا همون حرف رو تکرار میکنم، این تجربه عبارت است از بیعتمادی به غرب. از این تجربه آیندگان باید استفاده کنن. در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمیده.